سلام، تو یک بازه زمانی خیلی کوتاه با معرفی چند کتاب در حوزه هنرهای نمایشی با شما هست. البته امیدوارم که کتاب ها خونده بشه، نه اینکه صرفا در حد معرفی باقی بمونه. اولین کتابی که معرفی میکنم کتابی هست به اسم 50 کارگردان کلیدی تئاتر. این کتاب از سری کتاب های 50 تایی انتشارات راتلج هست که توسط نشر بیدگل چاپ شد. یکی از مشکلات اصلی ما در حوزه تئاتر به ویژه تو شهرستان ها عدم آشنایی ما با چهره های امروزی و معاصر تئاتر. این کتاب به ما کمک میکنه تا جدا از چهره های مهم تئاتری که اغلب میشناسیم و در موردشون حرف میزنیم با چهره های معاصر تر و جدید تر هم آشنا بشیم تا بعد از اون بتونیم به صورت تخصصی و مشخص در مورد آثار اونها مطالعه کنیم. کتاب بعدی که معرفی میکنم کتابی هست به اسم حرکت در مه یا چگونه مثل یک نویسنده فکر کنیم، نوشته ی آقای محمد حسن شهسواری که به نظر من یکی از بهترین کتاب ها در این حوزه هستش. این کتاب جدا از بحث رمان، فیلمنامه یا نمایشنامه کتابی درباره نوشته و تمام فرایندی را که یک نویسنده از آغاز تا انتها برای خلق اثر خودش باید طی کنه توضیح میده. از جمله بخش های جذاب این کتاب بخش کهن الگوها در انتهای کتاب هست. کهن الگوهای شخصیتی که به نویسنده کمک میکنه تا بتونه شخصیت های عمیق تر و چند لایه خلق کنه. مردم میگویند چگونه شروع کردی؟ خب مسئله همین است و چه کسی میدانه؟ من که نمیدانم چگونه همه اینها شروع میشود. من فکر میکنم هرگز شروع نمیشود، فقط ادامه مییابد. آشنایی و شناخت با تئاتر تجربی یکی از موارد ضروری برای هنرجویان و علاقه‌مندان به حوزه تئاتر هستش. کتاب تئاتر تجربی از استانیسلافسکی تا پیتر بلوم این امکان را به ما میده تا با چهره های شاخص و تجربیات متفاوت در این حوزه آشنا بشیم. این کتاب ترجمه مصطفی اسلامیه و در انتشارات سروش بارها تجدید چاپ شده. داشتن و خوندن این کتاب برای علاقه‌مندان به حوزه کارگردانی یک مورد ضروری هستش.